بسم الله الرحمن الرحیم صلوات میفرستیم بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و و سلم و خاندان پاک و متحرش سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان همراهان برنامه روی خط زندگی انشالله که حالتان خوب باشه در صحت سلامتی و عافیت کامل باشین و از گزند همه ای آفات روزگار آلام و بلایا هم در امان خداوند مهربان با سپری کردن جمعه امروز شنبه در کنار یک دیگر هستیم و امیدوار هستم شنبه را که آغاز کردید برای همه شما ازان مملو از شادی نشاط و آرامش بوده باشه دوستان از ارجمند برنامه روی خط زندگی سه امروز در 28 اسد با سال روز استرداد استقلال افغانستان در خدمت شما هستیم ویژه برنامه ای را ترتیب دادیم که توجه شما ایزانا جلب میکنیم دوستان عزیز بسیار خوش آمدید خوب هست که در مقدمه صحبت ها یک سال روز استرداد استقلال کشور عزیز ما افغانستان از دست انگلیس برای همه شما از آن تبریک و تهنیت و گرامی باد عرض کنیم دقیقا در یک سال قبل در چنین روزی بعد از سه بار جنگ بسیار شدید با نیروهای متخاصم انگلستان ملت غیور افغانستان با زعامت شاه امان الله خان توانستند که استقلال افغانستان را کسب کنند خیلی ها بر این عقیده هستند که 28 م ماه اسد متان نقطه عطفی در تاریخ معاصر افغانستان باشد دوستان عز و ارجمند همه ما میدانیم که استقلال متان یکی از شیرین‌ترین هایی باشد که هر انسانی او را می‌شناو و در ادبیات سیاسی هم میتونه یکی از مهمترین واژگان باشه به این معنا که پیشرفت ترقی تکامل یک جامعه بشری مشروط و منوط به این است که ملت و زعامداران یک جامعه چقدر احتمام دارن به بحث استقلال و اینکه که از تمامیت ارضی و استقلال یک کشور حفظ کنند این موضوع انقدر اهمیت دارد تا که ما در پیوند به اهمیت استقلال صحبت کردیم و کشورهایی هم که متاسفانه از واژه استقلال و تمامیت ارضی دور هستن میبینیم که چقدر در فلاکت در سختی و دشواری های زندگی به سر میبرند به همت مردم عزیز افغانستان با صلاح ایمان و باور به خداوند مهربان و با روحیه همدلی وحدت و یک دیگر پسندی توانستند که در برابر نیروی متخاسم انگلستان که در او زمان از نیروهای ابرقدرت در جهان بود کشوری بود ابرقدرت که بسیاری از کشورهای دیگر به ویژه در حومه افغانستان تحت سلطنت خودش داشت و واقعا جنگ با چنین کشوری برای افغانستان بسیار دشوار بود اما آن چیزی که در طول تاریخ ثابت کرده که مردم افغانستان میتونن غیور و پرقدرت به درخشان روحیه ایمانشان روحیه وحدت میان یکدیگرشان بود این موضوع باعث شد که افغانستان با استقلال خودش دست پیدا کنه و بهانه ایش برای سایر کشورهایی که تحت استعمار افغانستان بودند تا اینکه بتونن روحیه استقلال طلبی را در خود پرورش بدن دوستان از من ما امروز در پیوان و نقش وحدت سیاسی در استقلال افغانستان صحبت میکنیم با انضمام ای که در دو بخش پایانی برنامه هم تاثیر اتحاد و همدلی را در رشد و شکوفایی هرچه بیشتر مردم افغانستان و ملت افغانستان به ارزیابی میگیریم همراه برنامه روی خط زندگی باشید در 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان در کنار یک دیگر هستیم و گرامی با دارز می کنیم این روز بزرگ به همه ملت غیور افغانستان دوستان از ارجمند در پیوند با روحیه وحدت سیاسی می خواهیم صحبت های داشته باشیم و اینکه که این موضوع چقدر توانست تاثیرات شگرف و مثبت بر استقلال افغانستان بر جای بگذاره با افتخار امروز در کنار مهمان عزیز خود آقای جویا هستیم ایشان کارشناس امور سیاسی هستند و به اتفاق ایشان ای بحث این موضوع به بحث و گفتگو میگیریم آقای جویا سلام و عرض ادب شما بسیار خوش آمدید دوربین در اختیار شماست اگر میخواین که در ابتدا عرض سلام و خسته نباشی با مردم عزیز ما و تبریک و تهنیتی به مناسبت این روز داشته باشین در خدمت شما هستیم و ان بعد از اون مبحث به اتفاق شما به بحث میگیریم تشکر سلام به شما و بینندگان عزیز به هم بنابرای خود 104 مین روز استقلال, سقل استقلال افغانستان را به ملت افغانستان تبریک ارز میکنم بله زنده و سلامت باشین تاریخ افغانستان پر است از فراشن... فراز و نشیب های فراوانی که در طول تاریخ پر خودش با سلطنت های بسیار بزرگی در جامعه خود توانسته که رویارویی داشته باشه یکی از این سلطنت های بسیار بزرگ و در این حال متخاصم کشور انگلستان بوده که در اون زمان به بریتانیای کبیر معروف بوده و این معنا که هیچ وقت خورشید در سلطنت بریتانیا قرار نبود که بخواد چون بیشتری از کشورها تحت استعمارش بود افغانستان هم روزهای سخت فراوانی رو سپری کرده و روحیه همت روحیه غیرت و ایمان به خداوند و اینکه با در نظر داشت اینکه مردم افغانستان باید در کنار یک دیگر در یک خط بسیج بشن و وحدت و یک پارچه باشن توانستن که در برابر چنین ارتش عظیمی مقابله کنن و استقلال خدا به دست بیارن اگر موافق باشین سری بزنیم به تاریخ افغانستان در یک صد و چهار سال قبل ممنون ما در کل در تاریخ معاصر افغانستان سه تا جنگ معروف با بریتانیای اوزمان زمان یا انگلستان امروز داریم که جنگ ها در افغانستان اگر از نظر نظامی مقایسه بکنیم اصلا قابل مقایسه نیست بله توان نیروی نظامی افغانی در او زمان و امکانات جنگی که داشتن با توان نیروی نظامی که برتانیای او زمان داشت و امکاناتی که داشتن اصلا در مقایسه جور در نمیه. و اگر به لحاظ عقلانی بررسی بکنیم اصلا ممکن نیست که افغان ها تانستن در سه جنگ در برابر انگلیسی ها پیروز شوند. اما آنچه که شما گفتین بیشتر نیروی عقیده در بین افغانستانی های او زمان قوت درونی بر ازنا ایجاد میکرد که باید چه کار کنه در برابر انگلیسی ها بیستن در کنار ازی بعضی عوامل دیگه هم وجود داره ما جنگ اول در سال 1839 داریم تا 1842 و, و, و بعدش هم 1870 تا 80 داریم 79 وبخش تا 80 داریم و جنگ سوم هم در سال 1919 19 اتفاق افتاد در هر سه جنگ افغان ها در جنگ رودر رو با انگلیسی ها پیروز شدند با. اما بحث سیاسیش فرق میکنه که وقت داشتیم باز بحثش رو هم میپردازیم در این سه تا جنگ به لحاظ جنگ رو در رو افغان ها توانستند که 16500 نیروی خود سرباز انگلیسی را از بین ببرند و همچنان در فالویز و بر اساس گواه تاریخ 800 نفری که با انگلیسی ها متحد بودند اونها را هم چکار کنند از پا در بیارند و در کل در این سه جنگ در جنگ رو در رو پیروز بودند اما زمینه استقلال اگر بیاییم بعد سوال شما پرسان روحیه وحدت ملی یا اتحاد از کجا شروع شد؟ بس. ما باید نادیده نگیریم که زمینه استقلال افغانستان را حبیب الله خان پدر امان الله خان پایگذاری میکنه و روحیه همدگر پذیری با ایجاد مکاتیب او زمان و رسانه های او زمان بین سال 1901 تا 1919 میلادی صورت گرفته ما در درون دولت او زمان جنبش داریم که به دنبال اصلاح حکومتداری او زمان بوده که به عنوان مشروطیت یاد میشه و در کنار از خود حبیب الله خان طرفدار نوع پیشرفت و ای که افغان ها خودشان درباره زندگی خود چکار کنه تصمیم میگیره اینا در دوره پدر امان الله خان پایگذاری شد ولی ای که استقلال در سال 1990 تا 1921 اتفاق میافته و افغانستان به استرداد استقلال خود میرسه به عنوان کشور مستقل در نظام بین شناخته باید. میشه مبتنی بر عوامل داره که از دوره حبیب شروع میشه و بعد به خود دوره اما امان الله یعنی از این استاد و نقطه عطفش در دوران پدرشان اتفاق افتاده که باید چنین روحیه‌ای در بین جامعه و وجود باشت. باشت. وجود داشته باشت. چون اما معمولا میگیم که وحدت یا اتحاد زاده حکومت های است و حکومت های پادشاهی و یا دیکتاتور اگر باشه یا امپراتوری ها باشه معمولا او وحدتی که ما امروز معنا می کنیم او وحدت معنا پیدا نمی کنه حالا اگر امان حبیب الله خان اندک توسعه ار... گرا در نظر بگیریم او پایه های ای که افغان ها بتوانند همدیگر را بپذیرند را پایه گذاری کرد افراد کسایی مثل محمود ترزی در کنارش هست بحرم. مثل ما سراجر اخبار داریم و نشریه های دیگری که داریم خود اما حبیب خان بودن بال توسعه بود و جنبش مشروطیت در البته به اشتباهی در سال 1907 انجام داد که سرکوبشان کردن او به کنار ولی نسل دوم مشروطیت باقی مانده همه اینا دست و دست هم داد که در دستگاه سیاسی او زمان نوع همدگر پذیری یا درگ از همدگر به وجود بیه البته این سوا از مردم عام است بله. ما نمیتونیم مردم عامه او زمان را که زندگی میکرد دخیل این نو روحیه یا وحدت یا اتحاد را که ما امروز به نام اتحاد ملی یا وحدت ملی مطرح میکنیم درگیر بوده باشه بیشتر چنین اندیشه ای در سالن حکومتی جای داشت که در طیف عادی مردم بخواد جای بگیره توده ها بیشتر دخیل نبودند در این سران دولتی افرادی که در دولت و در قدرت دخیل بودند بیشتر این مفهوم درک میکرد چون امکانات ارتباطی او زمان خیلی ضعیف بوده که بره. مردم آمن خبر شود و افغانستانی های او زمان در زندگی بدوی به سر می بردن اما کشاورزی عادی خود روزانه انجام می و لقبه در می آوردن و زندگی خود شب و روز می کردن و یه دلیل ما می که می روحیه وحدت ملی بیشتر در بین دولتی ها بوده بله تشکر از شما های. خب آقای جوی عزیز اندیشه آزادی افغانستان و استقلال مجددش در ذهن امان الله خان پادشاه وقت در واقع جایی داشته و داشته او را از او مراقبت میکرده تا که بارور و به سمر بشینه بنا به فرموده شما یک اندیشه قبلی بوده که تداوم از او تا دوران حیات و پادشاهی امان الله خان همچنان ادامه داشته، امتداد داشته و قرار بر این بوده ام. که چنین اندیشه‌ای که موجبات وحدت، همبستگی و همدلی مردم فراهم کنند در, آها... در بین آهاد مردم باید پهشا گسترده شود تا اینکه بتانن به او رویای دیرنه خود سران افغانستان و مردم افغانستان یک جا برسند خب چگونه شد بعد از او که روحیه همدلی بین مردم باید ایجاد بشه یعنی چگونه شدن تا به این امر بسیار پر اهمیت و معنوی دست پیدا کردن؟ درست امان الله وقتی که پدرشان ترور میشه وقتی پدرشان ترور میشه با چند تا چالش بسیار بزرگ رو است اولی که پدر ترور شده حبیب الله خان بعد کاکایش نصر الله خان در جلالباد اعلام مثلا پادشاهی کرده و در درون کابل ما نوع فاصله بین سنتگرایان او زمان و تجدد طلبان او زمان را داریم در کنار از اینکه به لحاظ اقتصادی امان الله او زمان امان خان غازی و تعبیر دیگر مشکل خود داشت اما در این طرف خود امان الله یک نقطه برازنده داشت ای که وقتی پدرش به سفر میره خود امان الله حاکم کابل به اصلا جانشین پدر هست و نیروی نظامی در دست در دست امان الله است و کابل او زمان مرکز قدرت او زمان تلقی میشود خب حالا وقتی که کاکایش اعلام پادشاهی میکنه امان الله به دلیلی که پدرش به شکل مرموز ترور شده کاکای خود متهم میدنه یعنی نسل الله خان و او را به زندان میندازه وقتی نسل الله خان به زندان میندازه در سال 1919 امان الله بیرقیب میشه و رقیبی نداره فورا در طرف در کابل می اعلام پادشاهی میکنه اما اندیشه ای را که شما پرسان کردین که از کجا به وجود آمد که به استقلال آمد بیشتر امان الله متأثر از محمود ترزی است محمود ترزی یکی از افراد برجسته او زمان هست با محمود ترزی مشوره مونده که چه کار باید بکنیم با مشوره های محمود ترزی برنامه آینده خود چه کار میکنه میسنجه و اولین گزینه ای که بعضی کسا می که امان الله شاید ورخطا شده بود آمد هیچ گزینه دیگری را نداشت آمد در اولین سخنرانی خود در کابل استقلال افغانستان را چکار کرد مطرح کرد <applause> مسئله استقلال و آزادی فردی پیامت های خیلی خوبی برای امان الله داشت و پیامت های خیلی بدی هم برای امان الله داشت بر... در حقیقت احساس تزلزل می‌کرد. بنابر او دخالت‌های داخلی که در سیستم وجود داشت و یک احساس نگرانی که از جانب عمویشان بود بنابراین محمود ترزی یکی از نزدیکان و میشه گفت یک اتاق فکر برایش بود دست. که مسئله استقلال افغانستان رو به خوبی مطرح کنه تا اینکه حمایت های مردمی از جناب امان الله خان باشه سپاس کنید میکنم استاد ممنون از شما زنده و سلامت باشین اجازه میخوایم میان برنامه داشته باشیم انشاءال در بخش بعدی بیشتر پیرامون این موضوع صحبت کنیم دوستان از رجمند از همراهی شما از سپاس هستم میان برنامه رو اتفاق یک دیگر میبینیم و در بخش بعدی بیشتر در پیمان با نقش وحدت سیاسی مردم افغانستان در استقلال افغانستان صحبت دیگر خوش آمدین دوستان عزیز و ارجمند یک صد و سال روز استرداد استقلال افغانستان و همه شما عزیزان گرامی باد ارز میکنم و انشالله که همه ما در طول حیات خود بتانیم از حافظان تمامیت ارزی و استقلال کشور عزیز خود باشیم آقای جویه عزیز سپاسگزاری میکنم از شما صحبت های بسیار جذابی داشتیم و پر اهمیت ای بسیار شگرف و پر اهمیت و پر معنا به تاریخ سیاسی افغانستان بود و ای که چه اتفاقاتی واقعا افتاده تا ای که مقوله به نام استقلال و تمامیت ارزی همانند یک رویای زنده برای مردم افغانستان تجسم شد و به او برسند بسیار خوب اشاره بر این شد که محمود ترزی از نزدیکان و از اندیشمندانی که میتونست صحبتها و مفکورش تأثیر گذار باشه بر پادشاه وقت خواست مسئله استقلال را مطرح کند تا اینکه که حمایت های مردمی داشته باشد با توجه به این موضوع که بنا به فرموده ای شما مردم افغانستان در او دوران بیشتر از اینکه به مسئله وحدت و همبستگی فکر کنن درگیر زندگی روزمره خودشان بودن برای اینکه بقای خودشان داشته باشه بنا به هر دلیلی چگونه شد که در این امر پادشاه به همراه یاران خود موفق شد و وحدت سیاسی در, در بین مردم شکل گرفت تا منجر به استقلال و تمامیت ارزش شود اما الله در سخنان اول خود در کابل کار جالب انجام میده نامی اصلا از ارزش های مذهبی دینی نمیبرد و در اول سخنانه خود دو تا واژه را بیشتر تاکید میکنه واژه اول استقلال افغانستان است واژه دوم آزادی فردی مطلق با. و در اینجا این دو تا واژه تا نیست که دل کسانی را که از گذشته از انگلستان خاطرات خوبی نداشتند به دست بیاره برا. و در این حال من قبلا یادآوری شدم که یادآور شدم که نیروهای نظامی هم تحت فرمان خود امان الله هست در زمان چون اونا در کابل بوده و رقیب خود کاکایش که بودن برداشته یک موضوع موضوع دوم مسئله پان اسلامیزم مطرح میکنه این به چه معنا این به این معنا که میگه دیگر زمان رسیده که کشورهای شرقی اسلامی متحد باشند و اینا نباید تحت سلطه کشورهای بیرونی مثلا مثل انگلستان و یا کجا باشه و یا روسیه آزمان باشه یا شوروی سابق باشه بنابراین مسئله پان اسلامیزم سبب شد که نوع پشتبانی داخلی به ویژه طرفدارای مکتب دیوبندی را در کابل به دست بیاره با. و ملاهای او زمانی که مخالف بعض رفتارهای حبیب الله خان بود که بعد باقی مانده بود بر امال خان مخالف از رفتارها بود او دل اونها را چکار کنه به دست بیاره با. و یک همفکری کلی با مسئله اتحاد کشورهای اسلامی یا مستقل بودن کشورهای اسلامی در شرق در داخل افغانستان در کابل او زمان چکار شد شکل شرق. گرفت با. اونا تصور بری کردن که خب امان الله مسئله پایان اسلام مطرح کرده بنابراین سردمدار ارزش های اسلامی هست در این مسئله امان الله اتحاد و استقلال کشورهای مثل افغانستان مثل ترکیه اوزمان و ایران را میخواست بعد در کنار از, از نیروهای نظامی و جنبش های نظامی که علیه برتانیا فعالیت میکردن به تعبیر دیگر ناسیونالیست هایی که در هند تحت نام خلافت علیه بریتانیا مخالفت نشان بده. از نا حمایت کرد بعد به دنبال آزادی خیوه و بخارا برآمد که اونا بیشتر با روسیه او زمان شوروی او زمان مخالف بودند بعد آمد از نهزت یا جنبش باسماچی اگر اشتباه نکنم تلفظش حمایت کرد نوع ارزش های اسلامی را چکار کرد میخواست کنار هم قرار بده تحت عنوان پان اسلامیزم. و این مسئله امان را تبدیل کرد به یک سردمدار یا رهبر پان اسلامیزم در او زمان ای که نیروهای مذهبی و مذهبیون داخلی را چکار کنه آرام کنه و به سمت خود چکار کنه بیاره یک کار کار دو اومد مسئله استقلال دنبال کرد به دو روش مذاکره و ایزام نیرو در سه منطقه استراتژیک به وجه گذرگاه خیبر در اینجا مذاکرات مثلا بر اول مذاکره راوالپندی هست که در سال 1990 اتفاق میفته آگست 1990 در اونجا انگلیسی ها مجبور میشه که افغانستان به نوان یک واحد سیاسی برسمت بشناسه یا یک منطقه خودمختار اعلامش بکنه بعد در سال 1921 کاملا در نشست کابل تایید کرد که افغانستان به یک کشور مستقل برسمت شناخته شده دلیلش شی بود که امان الله هم ناسنالیس های داخل هند با. و هم مذهبیون داخل افغانستان طرف خود کرده بود و او طرف اتحاد با ترکیه و ایرانی او زمانه داشت آزادی بخارا و خیورم میخواست مجموعه از عوامل دست به دست هم داد که نوع وحدت داخلی را چکار کنه به وجود بیاره بله استاد با عرض پوزش صحبت را متوقف کردم همکاران اشاره میکنم که در حد یک دقیقه فرصت داریم اگر ممکن هست که بندی از صحبت های شما داشته باشیم به درست است امان الله یک شاه نوگرا بود و استقلال افغانستان را با مسئله پان اسلامی زیم و اتحاد کردن کشورهای اسلامی و رویش مذاکره و جنگ حمایت از ناسونالیس های در داخل هند و حمایت طرفدارای مکتب دیوبند در کابل چکار کرد؟ انگلستان را مجبور کرد که تحت مذاکره افغانستان را بر رسمیت بشناسند افغانستان تبدیل شده به یک واحد سیاسی مستقل ناگفته نمانه که امان الله شاه نوگرا بود اشتباهات بزرگ هم داره مم. که فرصت و مجال بحث اینجا زنده و سلامت باشون تشکر از صحبت های بسیار زیبا و ارزشمند شما برای شما روزی موفقیت می کنم بسیار شما خوش آمدید دوستان از و ارجمند که این قسمت از برنامه ما مورد توجه شما از اون واقع شده باشه میان برنامه رو به اتفاق یک دیگر میبینیم و در بخش بعدی مهمان بسیار عزیزی هستند که به بحث ما میپیوندند